همین تصویر اولی که دیدم، الان امضا میکنم، مطمئنم این از دی ان ای جناب آقای کندریک لامار الهام گرفته شده. ای ای گامرون بگو چند تا سفید شد گنگ بنگ گامرون دیگه کسی بهش نمیگه بنده گامرون گفتم تراست نکنم به هیچ کی. حمایت یعنی حامی حقوق سفید پوستا من، یعنی چی چند تا سفید شد گنگ بنگ داداش؟ نسبه کشور سفید الان یزید. ایده ویدیو همون دی ان ای، دی ان ای هم همین بود داستانش. ما راجع به دی ان ای یک سیاپوش طرف میزد و یه قاضی جلوش بود و اینا، همون قاضی که چرت کنم بازجو باز پرس. این میزم بلو یاد هامبل باز کندریک لامار میندازه. البته اسکی نیستا، ولی خب ایده برداشتش، یعنی نمیدونم دقیقاً همون صحنه ها رو بسازن اینا، ولی اینسپایر شدن. چی شد اون شیشه بنده؟ آره اون شیشه پشتم جی گامرون. گامرون گفتم تراست نکنم به هیچ کی. گامرون یاد داد میگیرم اندازه جنبم. گامرون فکتا بعد اندازه جنبه هر کی بهش میرسه. با چند تا سیاه شد پرپر. گامرون یاد دادی واقعی باشم تو شهر. گامرون بزرگم کردی توی خلاف. گامرون یاد دادی میگیرم اندازه قلبم. ولی ببین این مثلا اکته باحاله و مثلا جلو قاضی اینجوری، ولی قبول کن تو ایران یه پاسپورت بگیرتت اینجوری فور ریل هیچ کی این کارو نمیکنه هرگز. ببین یعنی تو ایران، تو اینجا وزارت اطلاعات اینجوری معمولا پاسپورت اینجوری میشه ازت دیگه، اومده پرونده رو گذاشته، تو هیچ شرایطی هیچ شخصی نمیاد بگه فور ریل، میدونی هرگز این اتفاق نمیافته. ببین چی میگم، تو ساحلی میزنم شیرش چون یه ویوی داره که میشه عشق کرد، تو هم فلکس میکردی اگه بودی تو آخری خیابون کشور. آره دلیل دریاست ولی اینجا همه واسه یه درگیری تشنن، به جز بحث ناموس اینجا میشه همه چی و خرید و با کش و کش کرد اینجا. ناموس تو نمیشه اینجا خرید، کل ایران اینجوریه. یه درگیری تشنن، به جز بحث ناموس اینجا میشه همه چی و خرید و با کش و کش کرد اینجا. فوش ناموسی تعطیل، ناسلامتی مردین، اسم خانواده حرمت داره، شوخی نیست بی غیرت. شما از دم قافیه رو یهو سر بی غیرته ول کرد. تا اینو گفت رت نشون داد. اوکی تیکه پوری بود دیگه در اون فری استایل. سلامتی مردین، اسم خانواده حرمت داره، شوخی نیست بی غیرت. شما از دم همه یه مشرت میفروشین سر رب، همو بیری سیبیل میام این تمساه خلیجی سابش کرد. دیدن نمیشه که بخرنم این حرومی یا فروختنم، حتی در نیاد ازم کلام گم رو نک شده. اینو راجب داییش نگفته بود، داییش بود اموش بود که بود تون ترکه با سپر خلص. بخرنم این حرومی یا فروخت، نه سورنا هم اینو گفته بود دیدن نمیتونم. کی گفته بود؟ سورنا گفته دیدن نمیتونن بفروش. آره دیگه تو بوسه یهودا بود، سورنا بود دیگه. من چرا چت میزنم؟ بین تمساه خلیجی سابش کرد. دیدن نمیشه که بخرنم این حرومی یا فروختنم، حتی در نیاد ازم کلام گم رو نک شده روی تنم. تو رفیق تو میدی پای مواد، بذار یه چیزی رو بگم برات. منو چرسی با هم دو سال بعد بودیم ولی هیچ کی خبر نداشت. این فلکسش خیلی باحال بود، مردونه. حالا مشکل هم داشتیم، پشت صحنه بود، دیوونه بازی در نیاوردیم بخوایم ویو بگیریم اینا. اما یادتون باشه تو مصاحبه هم که من با چرسی کردم همون موقع، یه ذره مشخص بود با هم داستان اینا دارن، اما فکته که خیلی حرفه‌ای برخورد کردن، درک کردن اینو که جفتشون مال یه منطقه‌ن و اون هدفه که اسم این منطقه و رپ اینجا به ترکه خیلی مهمتر از اسم خودشونه. چون اون زمانا همون موقعی که یانگ سادن اومد اسمشو گذاشت، یعنی یه لقب اضافه کرد گذاشت شاه گامرون، اونجا این داستانه بود. حتی بعضی از زوروبری های چرسی هم میگفتن، حتی یه سری تیکا تو آهنگاش بود سادن که میگفتن میخوره بعضی این چلای ریاکشن تیتر میزدن اینا، ولی خیلی حرفه‌ای برخورد کردن با بچه یه جایی موی اصالت مهمتره. میدونی چی دارم میگم؟ این خیلی درست بود، دمشون گرم. با چند تا سیاه شد پرپر. گامرون یاد دادی واقعی باشم تو شهر. ماهی خام بود، سیاه شد پرپر. ماهی بنده خدا تمیزم نشده، خامه دیگه. گامرون یاد دادی واقعی باشم تو شهر. گامرون بزرگم کردی توی خلاف. گامرون یاد دادی میگیرم اندازه قلبم. گامرون بگو چند تا سفید شد گنگ بنگ. باز میگه گامرون دیگه کسی بهش نمیگه بنده. گامرون گفتم تراست نکنم به هیچ کی. گامرون یاد داد میگیرم اندازه جنبم. ببین تراسته بود دیروز راجبش صحبت میکردیم که میگفتیم حامله شدیم،
ازش. اینجا هم هست، همه جا هست دیگه، این داستان دراسته. تو هر آهنگی میریم الان باید مطمئن باشیم که یک بار به تراست اختصاص دادن هست. هر وری نگاه میکنی یه تراست میبینی تو رپ فارسی. خدایی بیخیال، خدا وکیلی بیخیال. خود زادن هم زیاد گفته از اون آهنگ تو خیابونا با نیگزت از اون موقع. خیلی اصلا یکم جون من این تم بمیره بیخیال دیگه، فهمیدیم تراست باور نداریم به هیچی. یاد داد چلیک بکنم گلوله، نذارم زیر سوال بره غرورم. یاد داد کوچیک و بزرگ دارن احترام، ولی با همه نباشم فروتن. زیر آفتاب پخته شد و موقع میکنن قاچت باشی بوله فروف. میام تو هوده بیای تو هودم، نمیشه تا خونه نشه یه بلوز. از گلشهر بگی تا سرو، بزرگ شدیم با صدا. قافیه رو طلاق داده چرسی، واقعا قافیه رو طلاق داده. سه تا بار میگه دو تا رایمه با هم. نمیشه تا خونه نشه یه بلوز، از گلشهر بگی تا سرو، بزرگ شدیم با صدا. فیلم هندیه اینا واسه سردی، نباید صدا بیاد بالا طولو. اینجا لوتی میشه گروه سرود، معمن سوپ لجای گوگوش. باز حواست باشه تو مستی، کمرون یعنی خطه جنوب. بگو چند تا سفید شد گنگ. ورسس آدم خیلی بهتر بود، واقعا خیلی بهتر. هیچی نداشت ورسه چرسی. چرسی چی کار داری میکنی با خودت؟ هرس میخورم میبینم اینجوری داری میشی. چرسی چی کار داری میکنی با خودت؟ یاد داد واقعی باشم تو شهر، گفتم ترست نکنم به هیشکی. یاد داد میگیرم انداز قلبم. گمرون با چند تا سیاه شد بربر. گمرون بگو چند تا سفید شد گنگ بنگ. گمرون بزرگم کردی توی خلاف. قافیه های هم که میندازه خیلی قافیه های دم دستی، مثلا بلوز با جنوب. گمرون دیگه کسی بهش نمیگه بنده. اینجا خون گرمه نداریم بادکاری، فکر نکنی شدی تو بچه زرنگ. خونواده بالاتر همه چیه، گمرون با تو لحظه مرگ. هیچکی از این حوالی بد نمیگه، هر کی اومده میخواد بیاد یه دفعه دیگه. فقط اسم یه شهر نیست گمرون، یه سبک زندگیه. یکی بچه ها نمیشه زیادی از گمرون نمیگم. ببین جایی که بزرگ شدن، یعنی نوع منششون همه چیشون از اونجاست دیگه. و اتفاقا با حاله، ببین مثلا من خب با این آهنگ فلکس نمی کنم چون من بچه گمرون نیستم و شاید هم دیگه گوشش ندم چون بچه گمرون نیستم، ولی خیلی ریسپکت برای این آهنگ قائلم. هم همکاری، هم اتحاده، هم این که دارن اون شهر خودشونو، محل زندگیشونو معروف میکنن، بزرگ میکنن، انقدر احترام میذارن بهش، انقدر گندش میکنن، میدونی اینا همه ریسپکت داره و دمشون گرم که دارن این کارو میکنن و خیلی هم باحاله. میدونی به هر حال ایران 32 تا استان و بالا تا پایین و چپ و راست و میدونی مثلا من که گمرونو ندیدم اصلا، برام جذابه اگر واقعیت ها رو راجبش تعریف کنم، اینا او مثلا اونجا چجوری بوده، یک تصویر سازی بکنن، اینا باحال میشه. و در کل من اینو دوست دارم، خیلی ریسپکت قائلم واسه شون که دارن این کارو میکنن و متوجه این داستانه هستن، برخلاف اینکه اسم کدومشون گنده تره. یعنی جفتشون خیلی بزرگ منش بودن، حالا حتی راجب اون داستان درگیری و اینا که به جای اینکه بیام بگم من بهترین رپر اینجا دعوا کنن اینجا، آقا بیام اینجا رو فلان گنده کنیم که داره پا میگیره، 10 تا رپر خفن تر بیاد. میدونی این خیلی باحاله و این ریسپکت داره شدید. دمشون گرم. موزیک ویدیو خوب مثل همیشه، عباس SLP. بیت آهنگ به شدت وایبی باحال. آهنگی بود که همینجور فلکس هم، یعنی آهنگ اصلا چیز هیت شدن نداره، برای اونم ساخته نشده، یعنی پتانسیل هیت شدن نداشت. به هر حال راجبه چیزی داره میگه که عده محدودی نسبت به کل جامعه میتونن نسبت بهش فلکس کنن و درک کنن و اینا، بنابراین خب جامعه مخاطب محدودتره، اونایی که میتونن ریپیتش کنن محدودتره، اما خب داستانش بزرگتر از این حرف بود بخواد فقط به خاطر هیت شدن و بیشتر اون قدرت منطقه رو نشون دادن و اینکه افتخار میکنیم و همچین جایی هست. نسبت به این خوب بود. چرسی باز مثل همین 6 ماه یک سال اخیر میتونست خیلی بهتر باشه، ولی یانگ ساده نسبت به حد وسط رو به بالای خودش خوب بود و این گونه، ولی به پای اسکیچی نمیرسید. اسکیچی فوق العاده بود.